فصل چهارم. عیسی پر از روح القدس از اردن گذشت و روح خدا او را به بیابانها برد و در آنجا ابلیس او را مدت 40 روز با وسوسه ها آزمایش می کرد. او در آن روزها چیزی نخورد و سرانجام گرسنه شد. ابلیس به او گفت: اگر تو پسر خدا هستی، به این سنگ بگو تا نان شود. عیسی پاسخ داد: در کتاب مقدس نوشته شده است که انسان فقط با نان زندگی نمی کند. بعد ابلیس او را به بالای کوهی برد و در یک چشم به هم زدن تمام ممالک دنیا را به او نشان داد و گفت: تمامی اختیارات این قلمرو و همه شکوه و جلال آن را به تو خواهم بخشید، زیرا در اختیار من است و من می توانم آن را به هر که بخواهم ببخشم. اگر تو مرا سجده کنی، صاحب همه آن خواهی شد. عیسی به او پاسخ داد: در کتاب مقدس نوشته شده است، تو باید خداوند خدای خود را سجده کنی و فقط او را خدمت نمایی. پس ابلیس او را به اورشلیم برد و بر کنگره معبد بزرگ قرار داد و به او گفت: اگر تو پسر خدا هستی، خود را از اینجا به پایین بینداز، زیرا در کتاب مقدس نوشته شده است، او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد تا تو را محافظت کنند، و نیز نوشته شده است، تو را در دستهای خود نگاه خواهند داشت، مبادا پایت به سنگی بخورد. عیسی به او پاسخ داد: کتاب مقدس همچنین میگوید که نباید خداوند خدای خود را بیازمایی. ابلیس پس از آن که تمام وسوسه های خود را به پایان رسانید، مدتی او را تنها گذاشت. عیسی با قدرت روح القدس به استان جلیل برگشت و شهرت او سرتاسر آن ناحیه را پر ساخت. در کنیسه های آنان تعلیم می داد و همه مردم او را می ستودند. به این ترتیب به شهر ناصره، جایی که در آن بزرگ شده بود، آمد و در روز سبت طبق معمول به کنیسه رفت و برای قرائت کلام خدا برخاست. تومار اشعیای نبی را به او دادند. تومار را باز کرد و آن قسمتی را یافت که می‌فرماید: روح خداوند بر من است، او مرا مس کرده است تا به بینوایان مژده دهم، مرا فرستاده است تا آزادی اسیران و بینایی کوران و رهایی ستم دیدگان را اعلام کنند و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. تومار را پیچید و به سرپرست کنیسه داد و نشست. در کنیسه تمام چشمها به او دوخته شده بود. او شروع به صحبت کرد و به ایشان گفت: امروز در حالی که گوش می دادید، این نوشته به حقیقت پیوست. همه حاضران او را تحسین می کردن و از کلمات فیکس بخشی که می گفت تعجب می نمودن. آنها می گفتن: مگر این مرد پسر یوسف نیست؟ عیسی گفت: بدون شک در مورد من این ضرب المثل را خواهید گفت که ای طبیب خود را شفا بده. شما همچنین خواهید گفت که ما شرح همه کارهایی را که تو در کفرناهم کرده ای شنیده ایم، همان کارها را در شهر خود انجام بده. عیسی ادامه داد و گفت: در واقع هیچ پیامبری در شهر خود مقبول نیست. یقین بدانید، در زمان الیاس که مدت 3 سال و 6 ماه آسمان بسته شد و قحطی سختی در تمام زمین به وجود آمد، بیوه زنان بسیاری در اسرائیل بودند. با وجود این، الیاس پیش هیچ یک از آنان فرستاده نشد مگر پیش بیوه زنی در شهر صرفه سیدون. همینطور در زمان الیشع نبی جزامیان بسیاری در اسرائیل بودند، ولی هیچ کدام از آنان جز نعمان سریانی شفا نیافتند. از شنیدن این سخن همه حاضران در کنیسه غضبناک شدند. آنها برخاستند و او را از شهر بیرون کردند
و به لب تپه‌ای که شهر بر روی آن بنا شده بود بردن تا او را به پایین بیندازن. اما او از میان آنان گذشت و رفت. عیسی به کفرناحوم که یکی از شهرهای جلیل است آمد و مردم را در روز سبت تعلیم داد. مردم از تعالیم او تعجب کردند زیرا کلام او با قدرت ادا می شد. در کنیسه مردی حضور داشت که دارای روح دیو ناپاک بود. او با صدای بلند فریاد زد: ای عیسای ناصری، با ما چه کار داری؟ آیا آمده ای ما را نابود کنی؟ تو را خوب می شناسم، ای پاک مرد خدا. عیسی او را ملامت کرد و فرمود: ساکت شو و از او بیرون بیا. روح پلید پس از آن که آن مرد را در برابر مردم به زمین کوبید، بدون آن که به او آسیبی برساند، او را ترک کرد. همه متحیر شدند و به یکدیگر می گفتند: این چه نوع فرمانی است؟ به ارواح ناپاک با اختیار و اقتدار فرمان می دهد و آنها بیرون می روند. به این ترتیب شهرت او در تمامی آن نواحی پیچید. عیسی از کنیسه بیرون آمد و به خانه شمعون رفت. مادر زن شمعون به تب شدیدی مبتلا بود. از عیسی خواستند که به او کمک نماید. عیسی بر بالین او ایستاد و با پرخاش به تب فرمان داد و تب او قطع شد. و آن زن فوراً برخاست و به پذیرایی آنان مشغول شد. هنگام غروب همه کسانی که بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داشتند، آنان را پیش عیسی آوردند و او دست خود را بر یکی که آنان گذاشت و آنان را شفا داد. دیوها هم از عده زیادی بیرون آمدند و فریاد می‌کردند: تو پسر خدا هستی. اما او آنها را سرزنش می‌کرد و اجازه نمی‌داد حرف بزنند، زیرا آنها می‌دانستند که او مسیح موعود است. وقتی سپیده صبح دمید، عیسی از شهر خارج شد و به جای خلوتی رفت. اما مردم به سراغ او رفتن، وقتی به جایی که او بود رسیدن، سعی می کردن از رفتن او جلوگیری نمایند. اما او گفت: من باید مژده پادشاهی خدا را به شهرهای دیگر هم برسانم، چون برای انجام همین کار فرستاده شدم. به این ترتیب او پیام خود را در کنیسه های یهودیه اعلام می کرد.